بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان عزیز صفحه اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شیراز. خیلی خوشحالم که امروز هم باز بنده در خدمتتون هستم در اجرای این برنامه. هشتمین گفتمان تاریخ تحلیلی موسیقی ایران رو دنبال میکنیم با عنوان فرعی مقایسه موسیقی کلاسیک ایران عهد ناصری با پهلوی دوم، که این عنوان گفتگو با عنوان ساختار شناسی هم خدمت شما ارائه میشه. بنده دکتر مسیح افقه رو اضافه میکنم ازشون استفاده بودن. سلام علیکم، سلام، عرض ادب استاد، حالتون خوبه؟ شما اجازه بفرمایید مقابل سنت قبل من گوشیمو باز خاموش روشن کنم، فکر کنم اینطوری تصویر رو خواهیم بله داشت. خیلی ممنون، من منتظرتون هستم. خواهش میکنم. صدا میکنم. خواهش میکنم. خدا حافظ. مطابق برنامه همیشگی ما یکی دو دقیقه منتظر میمونیم تا استاد افقه دوباره به جمع ما بپیوندد. خدمت دوستانی که تازه به این لایو پیوستن خیر مقدم عرض میکنم و خوش آمد میگم. همونطور که عرض میکردم ما گفتار چهارم ساختار شناسی رو در خدمت دکتر افقه هستیم که این عنوان ساختار شناسی خودش گفتمان هشتمی هست از سلسله جلسات تاریخ تحلیلی موسیقی ایران که ما از حدود خرداد ماه سال گذشته آغاز کردیم و امروز به اینجا رسیده در گفتگوهای متعدد و متنوعی که بخشی در صفحه انجمن علمی تاریخ و بخشی در صفحه دکتر مسیح افقه ضبط شده و قابل دسترسی هست. در برنامه قبلی که گفتار سوم مقایسه موسیقی کلاسیک ایران عهد ناصری با پهلوی دوم رو دنبال کردیم به افراد مهمی مثل استاد لطف‌الله مجد، استاد جلیل شهناز، استاد علی نقی وزیری، شاگردان استاد صبا پرداخته شد. تأثیری که رادیو روی فرهنگ موسیقیایی کشور گذاشت و اون هنرمندانی که رادیو رو به عنوان یک رسانه استفاده کردند برای آشنا کردن گوش مردم ایران با موسیقی سنتی و تأثیری که اون سبک موسیقی بر روی مردم گذاشت و تبدیل به یک سبک شد، سبکی که شاید بهترین نمودش رو ما در مجموع برنامه های گلها میبینیم. هنرمندان ارزنده‌ای که در اون برنامه به ارائه هنر پرداختن و استاد در جلسه قبل فرمودن که اثر هنری این افراد برگرفته از چه نوع موسیقی بود، تحت تأثیر چه نوع سازهایی بود و در کل این نظام موسیقیایی که در رادیو ایران شکل گرفت از حدود سال 1320 به بعد چه تأثیری گذاشت و به خصوص از سال 35 که اون تغییرات عمده در برنامه سازی رادیو شکل گرفت و هنرمندانی که در اون دوره کار میکردن عصر ترانه در همون زمان شکل گرفت که البته ما در برنامه های قبل به عصر ترانه هم پرداختیم، تأثیر نوازندگان و آهنگسازان بزرگی مثل علی تجویدی و مهندس همایون خرم. ادامه بحث رو در خدمت دکتر مسیح افقه هستیم تا ما رو مستفیض کنند از صحبت‌های ارزشمندشون. سلام مجدد. سلام علیکم. سلام مجدد، خوب هستید؟ ممنونم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که در لایو حضور دارن و برای که اطاله کلام نکنم دیگه مستقیما به سراغ بحث اصلی میرم. فقط این دارم که آیا سوالی از دفعات گذشته باقی موند یا خیر، من اطلاع ندارم. اگر که راهنمایی بفرمایید که شاید اولا بر این باشه که من اول سوالات رو پاسخ بدم بعد بریم سراغ بحثمون. داریم سوال چیزی از یک سوالی بود که جلسه قبل من از خدمتتون پرسیدم، گفتید در ادامه بحث جواب داده میشه در رابطه با تکرار در این شیوهی که بر اساس ذوق بود، این نوازندگانی که بر اساس ذوق
فرمودین سبک ایجاد کرده و حالا پرسیدم دچار تکرار میشه، گفتین هر وقت به بحث رسیدیم توضیح میدیم. حالا اگر بله خواهش می‌کنم، من حالا در ادامه همون صحبت متوجه شدم یادم اومد، به اصطلاح در این زمینه خدمت شما که عرض شود باید یک اشاره بکنم که خب واقعا یک عده‌ای در فضای موسیقی ما هم از مخاطبین و یا مجریان موسیقی یا متولیانی که شاید بودن به اصطلاح در سالهای گذشته اعتقادشون این بود که اون سالهایی که اون تولیدات به اصطلاح در شیوهی که من اشاره کردم در جلسه گذشته و جلسه قبل‌تر از اون در حقیقت به نوعی رنسانس موسیقیه. ببینید برای که در این زمان هست که موسیقی مقداری فضا میکنه برای تظاهرات عمومی خودش در سطح جامعه و مخاطبینی که شاید تا الان هیچ وقت موسیقی جدی نشنده بودن، ساز استادا رو نشنده بودن و خب تا قبل از اینکه تا قبل از 1119 که رادیویی در کار نبوده فونوگراف آثار بزرگان موسیقی رو بشنون. این نکته خیلی مهمه که حتی شنیدار موسیقی هم اهلیت میخواد، اهلیت میخواد، یه اهلیت ذهنی میخواد، یه مقداری تحصیل میخواد. درست مثل اینه که مثلا فرض میکنیم شما میخواین در رشته تاریخ مثلا تحصیل بکنیم، خب شما در رشته تاریخ ممکنه با تریپل انتگرال کاری نداشته باشیم، ربطی نداره. یک کسی که در رشته مهندسی یا فیزیک شاید شیمی و ریاضی هست با اون مفاهیم سر و کار داره، آموزشش میدن، دست بهش میدن. یعنی او در دبیرستان میره مثلا رشته ریاضی میخونه، بعد مثلا وارد دانشگاه میشه، پایه های این شناخت و این بنیان های مفهومی ریاضی در ذهنش هست، بعدم وارد دانشگاه میشه، حالا در این رشته هایی که مرتبط هست این مفهوم رو هم به اصطلاح چیز میکنه، یاد میگیره. بنابراین شنیدار موسیقی هم حتی در زمانی که فونوگراف بوده و یا به اصطلاح بعدن که رادیو میاد به همین زمینه ها نیاز داشته. من بذارید اینجا که حالا این سوال پیش من این خاطره رو از استاد پایبر نقل کنم که خودش هم از مرحوم عبدالله دوامی نقل کرده بود. میگفت دو تا شازده قاجار نشستن دارن تخت نرد مثلا بازی میکنن، یا خود دوامی بوده یا استادش بوده داشته میخونده، ببینید میگه که بله شهناز خوبی میخونه، میگه که آه این شهناز نیست که میخونم، این گردانیه است. ببینید یعنی نمیشناختن این مسئله رو، نمیشناختن. خب تحصیلم ندارن، هر چیزی تحصیل میخواد، تحصیل میخواد و به شکل خودآموز هم به اون شکل نیست. مخصوصا در ردیف دستگاهی ما ممکنه شما یک کلیاتی رو متوجه بشید، دقت میکنید. به قول باز آقای پایبر میگفتن آقای شور از ابوعطا تشخیص میدن، فکر میکنن موسیقی ایرانی رو میدونن، در حالی که این همچین چیزی نیست واقعا. و در ردیف دستگاهی باید تحصیل کرد و بعد به مرحله ادراک رسید. اینو عرض کردم از این جهت که در اصلی هم که فونوگراف بخشی که علاقمندی داشته، کنجکاوی داشته، احیانا استعداد این کار رو داشته، اونها مخاطب این ماجرا شدن، مثل بسیار دیگری که مخاطب بودن و اونها در و دریافتش هم بیشتری داشتن. و اینا هم اونایی بودن که بعدها رفتن در پیش استادان بزرگ کار کردن. اصلا خب خیلی ها استادان بزرگ رو اینطوری شناختن اون موقع که به اصطلاح این تجهیزات فنی نبوده، خب خیلی ها ممکن بود سبا اصلا نشناسن، سبا اینقدر مشهور نشد، سبا بعد به شهرت بسیار زیادی در موسیقی ایران میشه. این بحث شهرت فارغ از پروپاگاندهای اقتصادی و نمیدونم لابی های فرهنگی که این روزا شاید یه مقداری در جامعه هنری به اشکال مختلفی کوچک و بزرگ ممکنه وجود داشته باشه، اون موقع این تجهیزات نبوده و اصلا این فرهنگ هم به این شکل نبوده که یه استادی در جامعه مشهور بشه و مردم همه بشناسن و عده بسیار زیادی بخوان برن سراغش کار بکنن. پس فضای شنیدار هم اینطور بوده. و
بعد به تدریج که این موسیقی شنیده میشه مردم یواش یواش با ساز استادان بزرگ، مثلا شاگردانی که از مکتب سوارکار متأثر شده بودن و مزایای اینها، و استادان که جلسه گذشته راجع به سازشون یه اشاره کردم، آشنا میشن و این فضا همون فضایی بوده که ذوق حاکم بوده. این فضا فضایی هست که ذوق حاکم بوده و افراد دیالوگ‌های موسیقی، جمله بندی موسیقی و گرامر و دستور زبان موسیقی رو اینطوری بیان می‌کردن. شاید استادی که در زمینه لینگویستیک یا زبانشناسی تخصص داشته باشه بتونه بگه امروز ما به اینکه آقا فارسی که ما امروز صحبت می‌کنیم از چه موقع در قاجاری مثلا شروع شده، اونها تخصص این موضوع رو دارن و میتونن بگن. ما هم داریم در این زمینه می‌گیم که این نوع جمله بندی از چه زمانی در موسیقی ما آغاز شده و مردم آشنایی پیدا کردن و ذوق نوازندگان به این سمت و سو به صدا سوق پیدا کرده، وگرنه هر کسی هم میخواسته نزد به صدا یک استادی بره و کار بکنه و موسیقی رو یاد بگیره باید بود مقدماتی بزنه، احیانا ردیف دستگاهی بزنه، بعدم بیاتش بیرون. این معنیش اینه. ببینید یک نکته در اینجا وجود داره. این معنیش اینه. ببینید شاید من اینطوری مثال بزنم بهتر باشه. ما خیلی ها هستن که وارد رشته ادبیات فارسی میشن، لیسانس میگیرن، فوق لیسانس میگیرن، دکترا میگیرن، ولی اینا شاعر معلوم نیست باشن، قرار نیست که اصلا شاعر باشن، چون شاعری ذوق میخواد. شاعری ذوق میخواد. دلیل نداره هر کسی که دکترا ادبیات گرفت یا شاعر باشه. تازه خیلی ها هم که بسیاری ممکنه در این مرتبه علمی مثلا باشن، تلاش هم میکنن که شعری بگن، ولی شعرشون حتی در بین خواص و عوام اصلا شنیده نمیشه، اصلا شنیده نمیشه. این طبیعیه، در همه هنرها همینطوری هست. یعنی این یک فرایندی نیست که علارغم اینکه تحصیلش هم وجود داره، منتها چون فضا فضای ذوق آزمایی و به اصطلاح تقویت این موضوع بوده، مخصوصا اونهایی که احیانا ممکن بود به رادیو هم راه پیدا بکنن و در اون شورای رادیو که موقع علی نقی وزیری بوده، بعدها رولا خالقی و سبا و اینها هم در اون شورا بودن، خب اینا تشخیص میدادن، بلکه اینا صاحب بصیرت بودن، میدانستن، متوجه میشدن که چقدر ذوق داره، ولی که خودشون هم صاحب ذوق بودن و به اصطلاح بد نیست این جمله رو حالا اینجا بگیم. میگن که بتوون و موزارت یک بار همدیگر رو بیشتر ملاقات نکردن، ولی در همون یک بار که به اصطلاح این دو نفر همدیگر ملاقات کردن، موزارت تشخیص داده نبوغ بتوون رو، در حالی که استاد بتوون که هایدن بود تشخیص نداده و گفته که هایدن گفته که بتوون اصلا هیچی نمیشه، گفته هیچ چیزی نمیشه، اما موزارت تشخیص داده، یعنی صاحب بصیرت بوده. این حالا در تواریخ موسیقی جهانی ثبت شده، این به صلاح ملاقات اینا که یک بار هم بیشتر اتفاق نیفتاده. اون آقایونی هم که تو اون شورا بودن این موضوع رو متوجه می شدن، چون خودشون صاحب ذوق بودن، خودشون صاحب اثر بودن، صاحب امضا بودن در موسیقی. در نتیجه اون جمعیت و اون افرادی رو هم که در موسیقی به صدا دعوت کردن که تو اون برنامه ها چیز رو اجرا کردن و برنامه های بسیار زیادی از اونها ضبط شده و به گوش مردم رسیده، هم مخاطب عام شنیده، هم مخاطب خاص شنیده، همه شنیدن و به هر حال این نوع از دیالوگ در اختیار عموم موسیقی دانان و مردم ها عادی کشور قرار گرفته. اونهایی هم که علاقمند بودن رفتن پیش هم استادا و بالاخره کار کردن، هر کسی بر اساس بضاعت خودش به اصطلاح تونسته یه چیزایی رو بزنه. این چارچوبه ای هست که برای ذوق قائل هستیم. البته میدونید که واقعا ذوق و به اصطلاح ابتکارات رو شما نمیتونید مرزبندی بکنید، اصلا نمیتونید مرزبندی کنید. هنر این مرزها رو اصلا نمیپذیره. ولی این اتفاق افتاده، به خاطر همین هست که یه عده‌ای اعتقادشون بر این بود که بله این دوره یک دوره رنسانسی بوده. شخصیت‌هایی بودن مثل جمعی، مثل رولا خالقی، مثل نمیدونم آقای شهبازیان و افراد دیگری که به اصطلاح آثار ارکستر درست کردن و خب در اختیار قرار دادن، خیلی هم تمیز اجرا کردن.
فوق العاده تمیز اجرا کرد. اگر که در حیطه تکنوازی بخوایم در نظر بگیریم که خب اون جمعیتی که من اسم بردم اینا همه اجرا کنندگانی بودن که به اصطلاح ساز رو اجرا میکردن و همونطور هم که اشاره کردم فرهنگ کامل به اصطلاح استیلا یافته در این نوع موسیقی روی ساز استوار بوده، یعنی برنامه سازان و به اصطلاح اجرا کنندگان تمایل داشتن که مردم ساز بشنون، موسیقی بدون کلام بشنون، اگرچه که آواز هم بوده و حالا یا ترانه ساختن یا تصانیف قدیم رو بازخوانی کردن و بازسازی کردن بازتنظیم کردن، ولی اصالت رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم خیلی هاش بسازه. حتی بعض یک برنامه حتی در اون دوره بوده به نام برنامه تکنوازان، و این هم یک نکته مهمی هست که فرهنگ حاکم بر موسیقی ایرانی مخصوصا در نوازندگی که به تکنوازی مخصوصا بیشتر اصالت میده، خواستن که مردم بشنون بشنون. حالا ما نمیگیم که تمام سازهایی که در اونجا شنیده شد درجه یک بود، ولی درجه یک هم کم نداشت، درجه یک هم کم نداشت، و خیلی از افرادی که شاید بعدها مورد نقدهای غیر منصفانه قرار گرفتن، بعد جامعه هنری متوجه شد که چقدر اشتباه کرده و من راجع به این صحبت میکنم، حرف دارم در این مورد. اما در هر صورت این برنامه هم که به این شیوه بوده بر اساس ذوق بوده، یعنی استادان و بزرگان ما بر اساس ذوق میمدن در ساعت خاص یه مطالبی رو در موسیقی ایرانی اجرا میکردن، البته با اون سیاست که بیشتر تاکید روی شاه گوشه های موسیقی ایرانی باشه و حالا گوشه هایی که یکمی ناشناس هست و ممکنه به گوش عامه مردم خیلی آشنا نباشه. واقعیت دیگه، واقعیت یعنی شما اگه مثلا بیاین همین امروز هم بیاین یه کار آماری انجام بدین، ممکن یکی مثلا گوشه های مثلا فرض کن قجر رو در شور نشنیده باشه، معلومه نشنیده، تأثیر میخواد، این باید بره فرد کلاس و اونجا استاد یادش بده، وگرنه امکان نداره که بتونه تشخیص بده. شاید یه درآمد شوری رو مثلا تشخیص بده، یا نه یه شهناز رو مثلا تشخیص بده، دیگه بیشتر از اینها نیست که دیگه نمیتونه چیز بکنه. تازه ما تو دانشجویان موسیقیش میبینیم که وقتی یه پیش درآمد رو بهشون میدیم ممکنه قسمت‌های مختلف دستگاهی رو اصلا نتونن تشخیص بدن، دیگه به کلیاتی که حالا مخاطبینی که طور عام فقط از روی علاقه مندی دارن موسیقی رو گوش میدن. به هر حال این اتفاق تا اون سالهایی که اشاره کردیم به اصطلاح افتاده و این نوع موسیقی در اختیار قرار گرفته. اما یه بخش دیگر از موسیقی هم مربوط به رادیو نیست، بلکه موسیقی هایی هست که یا وزارت فرهنگ و هنر وقت به اصطلاح متولیش بوده و ارکسترهایی داشته که البته بعضی از اینها به رادیو هم میادن، مثل ارکستر هنرمندان فرهنگونه که به سرپرستی فرهنگ پایور بوده و در به اصطلاح رادیو مطالبی رو اجرا کرده با آوازخوانان مختلف. بعضی هاش هم کمتر به رادیو میادن و در به اصطلاح تالار وحدت کنونی یا تالار رودکی گذشته که استاتیک بوده برنامه هایی رو اجرا میکردن. اون هم استراکچرش تقریبا شبیه به همون برنامه هاییست که توی رادیو هست و اونجا هم تولید کنندگان و برنامه گذاران تلاش میکنن که البته موسیقی کلامی وجود داشته باشه، اما تلاش دیگرشون هم این است که خب موسیقی سازی باشه، تنظیم میکنن و سعی میکنن که رو موسیقی کار کنن تا یک چیزی به اصطلاح یک موسیقی که یه مقداری پرسپکتیو داره و نمیدونم از اصول و تمهیدات گروه نوازی استفاده شده به اصطلاح به مردم عرضه بشه. اما در کنارش شما با یک رویه دیگری هم در موسیقی ایران روبرو میشید که بسیار بسیار تازگی داره. البته اگرچه آقای وزیری در حقیقت شروع کنند در بین اونها، شما یعنی در نسل‌های بعدی با یک آهنگسازانی روبرو میشید که تلاش میکنن، نمیتونم بگم که اونها به گلوبالیسم در موسیقی ایرانی اعتقاد داشتن یا اینکه اگرم اعتقاد داشتن موفق بودن یا نه، برای که این موضوع در جامعه موسیقی ما
واقعا در پله های اول بوده، ولی قطع یقین یکی از این به اصطلاح بنیانگذاران تو این تفکر یا ادامه دهندگان این را قطعا مرحوم حسین دهلوی است که یکی از بزرگترین آهنگسازان مملکت ماست و خب مدتی هم ایشون رئیس هنرستان موسیقی بود، خودش شاگرد سبا بود و به اصطلاح آهنگسازی خونده بود نزد، اگر اشتباه نکنم، نزد حسین ناصری و نزد توماس کریستیان داوید و نگرشش هم البته بعدها تغییراتی کرد، چون من آشنایی نزدیک داشتم با ایشون و در شیراز هر وقت که قرار به حضور ایشون بود خود من دعوت میکردم، ما صحبت‌های خیلی خیلی مفصلی با مرحوم آقای دهلوی داشتیم در این زمینه و خیلی خوشحالم که توی این برنامه ازش دارم یاد میکنم. و ایشون نگاهش در درجه اول استفاده از سازهای موسیقی کلاسیک ایران مثلا سنتور و تار و یا حتی تنبک در یک مجموعه ارکستر بود، البته این نگاه خیلی با نگاه آقای خالقی هم از نظر کلیات تفاوت نداشت، ولی نگاه آهنگسازیش فرق میکرد، ایشون به آثار موسیقی بی کلام اعتقاد بسیار بسیار راسخی داشت و آثارش رو نه تنها در کشور بلکه در کشورهای همسایه هم تونست اجرا بکنه و اگرچه که فرصت انتشار آثارش بعد از انقلاب در حقیقت مهیا شد، ولی ایشون اولین موزیسیانی است که در ایران پارتیتور برای ارکستر منتشر کرده، اولین نفر انجام داد و او اولین فردی است که برای ساز ملی ایران سنتور دوه یا دو نوازی نوشت و اولین دو نوازی که در سنتور منتشر شده از ساخته های دهلوی هست، یک دو نوازی است در صداه که آقای فرمانت پایبر و داریوش صفوت اجرا کردن و در اینترنت ضبط شده این کار موجود هست. برها فکر کنم بعد از انقلاب یا در شروع انقلاب بود که یک ضبط دیگری هم از این دونوازی اتفاق افتاده. البته در کنار او مرحوم نصرت الله گلپایگانی که از مدرسین هنرستان موسیقی بود، او هم یک تریو برای موسیقی ایران نوشت که این دیگه اصلا در موسیقی ایرانی سابقه نداشت برای یک ویولون، یک ویولا و سنتور. و بعد دیگه دهلوی در ادامه اون کوارتت مزراویش رو نوشت که در بیات اصفهان و سعی کرد که در اون از امکانات مخصوص ساز سنتور استفاده بکنه و در طی این سالها اولین کنسرتینو برای سنتور رو به اتفاق فرامرز پایبر نوشت و منتشر کرد و ایشون یک مجموعه از آثار ارکسترال رو در همون سالها چیز کرد نوشت و یک ساز جدیدی از خانواده سنتور به سلاتیز کرد، درست کرد به نام سنتور کروماتیک که من یادم هست که وقت خودم ازش در همون سال 1370 که شیراز ایشون رو دعوت کرده بودم صحبت میکردم، گفتم که این یک تجربه است فقط و نمیخوام روی این موضوع سهه بذارم، ولی او از این استفاده کرد و در پارتیتورهاش هم قرار داد. این نوع موسیقی در رادیو اجرا نمیشد، این اصلا یه چیز دیگری بود، یه بافت دیگری بود که متعلق بود به تفکر آقای دهلوی و قصد داشت که از ظرفیت‌های سازهای ایرانی، اونهایی که شدنی هستن، چون ببینید ایشون آهنگساز بود و میخواست که در حقیقت مطالعه کنه، سازهای ایرانی رو مطالعه کرده بود و فکر نمیکرد که حالا همه سازها هم بشن. یا دو تا معقوله بود، عزیزانی که در لایو هستن توجه کنن اگر موزیسیانن، ببینید ما توی فضای موسیقی ایرانی محدودیت‌های متعددی داریم، یه بخشی از این محدودیت‌های نوازندگیه، یعنی نوازنده خوب هم باید در کنار ساز ایرانی قرار بگیره. من الان اینجا مثال اگه بزنم در مورد ساز کمانچه که ساز ملی ما هم هست و در دوره قاجاری هم خیلی نوازندگانی بودن که استاد این کار بودن، اگه مقایسه کنیم این کمانچه با کمانچه آذری، یعنی آذری ها کمانچه خیلی بهتر از ما میزنن، اگه با کمانچه چینی مقایسه بکنیم اونا هم باز بهتر از ما میزنن. ببینید
تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره. یعنی پس یکی از محدودیت‌هایی که بعضی از آهنگسازا مثل آقای دهلوی باش روبرو بودن این بود که نوازنده کمانچه نیست. من یادمه در آخرین صحبت‌هایی که مثلا نیست و فلان اینا گفتن، آقا در تهران هم نیست. پس این محدودیت، این صحبتی که من با آقای پای برداشتم مال سال 75، یعنی 24 سال پیش. استاد این جمله آخرتون رو یک لحظه اینترنت قطع و وصل شد و ما نشنیدیم. ببینید من یادم هست ما همیشه در مورد محدودیت‌های نوازندگی با استاد پایبر صحبت می‌کردیم بعد از کلاس. یکی از این محدودیت‌ها در مورد محدودیت ساز کمانچه و نوازندهش بود که من اظهار گله کردم که مثلا در شیراز ما نیست همچین چیزی. ایشون عنوان کردن که نخیر، در شیراز شما که نیست هیچی، در تهران هم نیست. ببینید این صحبت خود ایشونه بدون کم و زیاد واقعا و نبوده هم. بنابراین محدودیت هایی که آقای دهلوی پیش از انقلاب برای استفاده مثلا از این ساز داشته همینطوره. حالا ما راجع به این موضوع صحبت های زیادی داریم که بخوایم در موردش انجام بدیم، ولی میخوام بگم که یکی از این محدودیت ها همین موضوع هست. شاید بعدها مثلا نوازندگان بهتری هم پیدا شدن که قابلیت اجرا در ارکستر داشتن. خب طبیعی هم هست که باشه، نمیگم حالا نیست، ولی میگم اون موقع نبوده. این موقع نبوده. بنابراین یک استادی مثل دهلوی که به اصطلاح چیز هست برای ارکستر میخواسته مطلب بنویسه، باید بود به این محدودیت‌ها توجه کنه و این محدودیت‌ها محدودیت‌های فنی بودن. و همین جهت می‌بینیم که مثلا در آثاری که ایشون نوشته، مثلا آمده بر روی فانتزی به اصطلاح گروه تنبک کار کرده. چرا؟ چون استاد تهرانی در اینجا بوده. استاد تهرانی بنیانگذار تنبک نوازی نوین بوده، اومده مثلا بندباز وزیری رو برای به عنوان فانتزی برای تار و ارکستر تنظیم کرده، یا همین کنسرتینو رو نوشته برای سنتور، و یا مثلا اومده بر اساس قطعه‌ای به زندان استاد سبا در شوشتری اومده این رو بس داده و دیولپمان درش اعمال کرده و خب نوازندگان ویولون اون زمان تونستن اجرا بکنن اینو. توجه میکنید ضبط شده های اینا هست، ضبط شده های اینا هست. حتی من یادم هست که یه دفعه خود آقای دهلوی گفتن آقا اینا که آقای جمله مستقیم خود من مستقیما از ایشون شنیدم. بنابراین میخوام بگم که یک تفکر هم اینطوری میاد توی فضای موسیقی ایرانی، ربطی به تکنوازی نداره، کاملا کار ارکستره، کاملا کاری هست که از تلفیق سازهای ایرانی و سازهای جهانی منتها به یه شکل دیگری متفاوت با اون چیزی است که در برنامه‌های گل‌ها مثلا آقای خالقی درست کردن و تنظیم کردن، یا مثلا فرض می‌کنیم کارهایی که بعدی‌ها مثل جواد معروفی یا مثلا عرض کنم فریدون شهبازیان، حسن یوسف زمانی و امثال هم اومدن این کارها را انجام دادن. این متفاوته و به نظر میاد که دهلوی اصلا نگاهش به موسیقی ایرانی و اون چیزی که به موسیقی صحنه برمیگرده و به مهندسی موسیقی صحنه به عنوان یک آهنگساز، به عنوان یک آهنگساز که بتونه از تمام تمهیدات آهنگسازی استفاده بکنه، به اصطلاح متفاوته. به خاطر همین هست که حتی مخاطبینش هم دیگه خاص‌تر از مخاطبین قبلی هستن. یعنی موزیسین ها و اونهایی که فارغ التحصیل هنرستان موسیقی بودن و نظارین ها، اونها میرفتن چیز میکردن کار میکردن. همین شاید یکی دو سال پیش بود که من با همسر ایشون که خودش هم موزیسین هست تلفنی صحبت میکردم، برای که یه دفعه دیگه این، برای که اون سالها من پارتیتورا از خود ایشون گرفته بودم و بعد دیگه دوستان برده بودن، اما خواستم یه دفعه دیگه تهیه بکنم. خود ایشون گفتن که دانشجوها میان میبرن، یعنی دانشجوهای آهنگسازی میان استفاده میکنن از اینها. به همین جهت میخوام بگم که کارکرد فنیش هم در بین خواص اولین مجموعه آثارش رو منتشر بکنه. او تقریبا در شاید در نیمه های دهه 50 که طرز تفکرش یه مقدار تغییر کرد و دیگه از
فضاهای ربع پرده که در موسیقی ایران و به گوش ماها بسیار آشنا بود یا به گوش مردم به طور عادی هم آشنا بود یه مقداری فاصله گرفت، ولی آثاری به که ساخت ایرانی بودن برای اینکه ارکسترهای بزرگ در دنیا بتونن اجرا بکنن و یک اثری رو خلق کرد تحت عنوان سویت بیژن منیژه بر اساس داستان بیژن منیژه در شاهنامه فردوسی و حتی یه اپرایی رو هم ایشون تنظیم کرد برای کودک به نام مانی و مانا اگر اشتباه نکنم، که خب البته اون دیگه اصلا فرصت اجرا هم پیدا نکرد، ولی آقای دهلوی بعد از انقلاب این کار رو در ارکستر فیلارمونیک رادیو وین ضبط کرد و بعد در همین شاید 20 سال اخیر مجوز انتشار گرفت و منتشر شد در بازار، که یه پارتیتور از اون چاپ کرد که پارتیتورش در اختیار افراد هست و نگرشش به این سمت تمایل پیدا کرد که موسیقی ایرانی و ارکسترها هم بتونن، ارکسترهای دیگه دنیا بتونن اجرا کنن، که من تا جایی که اطلاع دارم در لندن بعضی از این آثار چندین بار اجرا شدن با رهبری آقای علی رهبری که از فارغ التحصیلان موسیقی قدیم بود و یکی از بهترین موسیقیدانان و رهبرهای ارکستر جهانه اصلا ایشون، ولی میخوام بگم که طرز تفکر ایشون این تغییر رو داشت. البته آهنگسازان دیگری که در عصر ایشون بودن نگاهشون هنوز همون نگاه روب پرده بود، یعنی خیلی هاشون آثاری رو که احیانا ساختن، البته خب بیشتر آثار اونها در رادیو اجرا شد، مثل آقای فخرالدینی و نمیدونم همین آقای شهبازیان و امثال هم، که اونها از متریال موسیقی ایرانی با حفظ فواصل و نظام فواصل موسیقی ایرانی در واقع کار خودشون انجام دادن. اما تو خارج از مجموعه رادیو شاید کار آقای دهلوی یکی از شاخص‌ترین آثاری بود که در اختیار افراد قرار می گرفت و من میتونم بگم که تو این طرز تفکر او پیشرو بود، در حقیقت یک نقطه عطف بود، چون او همیشه به موسیقی چند صدایه فکر می کرد و آثارش هم اینطور نشون میده و در آخرین سالهای فعالیتش که اوائل دهه 70 بود اگر اشتباه نکنم ارکستر مزرابی رو پایه‌گذاری کرد که البته یک اجرا هم بیشتر در تالار وحدت نداشت و همون آثاری رو که در گذشته ساخته بود برای سازهای مزرابی برجسته ای بود که به صلاح ادامه کار ایشون دارد. این صحبت ربطی به موضوع بحث درک شده در پوستر شما نداره، من چون راجع به دهلوی صحبت کردیم ناچار شدم که این اشاره رو داشته باشم، ولی پایه‌گذاری تفکرش مربوط به همون سالهاست احتمالاً، یعنی اون چیزی که در تواریخ ما هم هست بعد از اینکه استاد سبا فوت میکنه ایشون سرپرست ارکستر سبا در اداره کل فرهنگ و هنر میشه و خیلی از شاگردان استاد سبا هم تو همون ارکستر نوازندگی میکردن و اون رهبری ارکستر رو بر عهده میگیره. این نگرش و این شیوه کارها یعنی بعد از سال 1336 در حقیقت شروع میکنه به رشد و در طی این سالها ایشون پارتیتورهای مختلفی مینویسه و البته آثار کلامی هم داره، آثار کلامیش رو هم باز به شیوه چند صدایه ایشون تنظیم کرده، البته بعضیاش یکیش فکر کنم به وسیله مرحوم حسین سرشار که خواننده اپرا بود اصلا در همون موقع ها چیز شده بود تنظیم شده بود و یکیش هم بعد از انقلاب آقای تعریف خوندن، ولی به هر حال اون تفکر رو ایشون سعی کرد که پس از انقلاب به شکل صوتیشو منتشر بکنه، ولی پارتیتوراش عموما قبل از انقلاب منتشر شده و اجرا شده، همشون اجرا شدن که تعدادش هم کم نیست. این طرز تفکر در حقیقت قایت چند صدایی شاید در موسیقی ایران بوده، البته نگاه های دیگری هم در هنرستان عالی به موسیقی ایران بود، مثلا به موسیقی فولکلور که بعضی ها تلاش کردن که موسیقی فولکلور ایران رو با فواصل موسیقی بین المللی
تنظیم بکنن و خب در اختیار هم اون موقع قرار گرفت، ولی زیاد شنیده نشد، زیاد شنیده نشد. آقای دهلوی هم توی اون طرز تفکر که میگم بعدن تغییر بده بود که فضای موسیقی ایرانی رو بتونه به وسیله نمازندگان غیر فارسی زبان هم چیکار کنه، اجراش کنه و این یکی از مهمترین نگاه‌هایی بوده که تا کنون اصلا در موسیقی ایران وجود داشته، در موسیقی ایران وجود داشته و ایشون بسیار اون رو عملی کرد، این رو عملی کرد. اما توی دهه 50 اتفاقات دیگری هم در موسیقی ایران میفته. من می‌خواستم خواهش کنم که زمان رو هم به من یادآوری کنید که اگر که بله 25 دقیقه حدودا تا پایان برنامه وقته. آه 5 دقیقه. خب پس من فقط سعی می‌کنم 20 نه اصلا 25 دقیقه. نزدیک به نیم ساعت. بله. عرض کنم خدمت شما که در اواخر دهه 40 به اصطلاح تا اوایل دهه 50 یواش یواش تغییرات مذهبی تو فضای موسیقی ایران اتفاق میفته و این به اصطلاح این تغییری که ما توی فضای موسیقی ایران میبینیم البته ریشه هایی داره که چرا این اتفاق افتاد. ببینید در سالهایی که یه استادانی مثل سبا در فضای موسیقی ایرانی فعالیت میکردن، ساز ویولون یک سازی بود که خب اصابتا خب غربی بود، ولی به دلیل اینکه یه آدم متفکر و نابغه مثل سبا آمده بود و مکتب براش درست کرده بود، طرفداران خیلی زیادی داشت. یعنی خیلی ها آمدن به سمت ویولون. چرا؟ ولی که نوازندگی استاد سبا به قدری زیبا بود که خب همه جشن دادن، خیلی ها که شاگرد مستقیم سبا شدن و به قول معروف گل سرسبد مکتب سبا بودن، بعدها همون ها آمدن در رادیو و نوازندگی کردن و آهنگسازی کردن. تو اون سالهایی که سبا این فعالیت رو داشت، یک جمله از سبا وجود داره که به اصطلاح یکی از آقایون که در سالهای گذشته در دانشگاه شیراز اصلا حتی دست موسیقی میداده، به اصطلاح ایشون آمد این جمله رو در کتابش که یک به اصطلاح تاریخ موسیقی ایران هست به شکل مختصر نوشت، عیناً به اصطلاح کپی پیست کرد جمله سوار که سوار در مورد ویولون گفته بود که مقایسه ویولون و کمانچه گفته بود که ویولون از کمانچه کامل‌تره و نباید تعصب داشت. من اعتقادم شخصا اینه که سبا اونقدر کمانچه میفهمید که این جمله رو بگه، به خاطر اینکه خودش اصلا قبل از که ویولونی در کار باشه کمانچه رو نزد حسین خان اسماعیل زاده که استاد بزرگی کمانچه در دوره قاجاریه بوده یاد گرفته بوده و آشنایی به طور کامل داشته و بعدها که بالاخره آشنا میشه با ساز ویولون و با نگرش وزیری آشنا میشه متوجه تفاوت‌های بین این دو تا ساز میشه. ما راجع به محدودیت که در مورد موسیقی ایرانی صحبت کردیم باید همینجا اشاره بکنیم که واقعا خب یک سازی مثل ویولون یه آدمی مثل سبا و بعدم شاگردانش پشت این ساز بودن و تونستن که نوازندگی ساز رو به شیوهی در حقیقت در جامعه ایرانی و موسیقی ایران مطرح بکنن که خب جای بحث و گفتگو به اعتقاد من نداشت و هنوزم به نظر من نداره. دقت میکنید؟ چون یه واقعیت به اصطلاح اینها یک چیز نغماتی رو با ویولون اجرا کردن که از نظر بلاغت با تمامی سازهای موسیقی کلاسیک ایران برابری کرد، یه جایی هم خیلی هم بهتر هم بود. این یک نکته بود. این همون کاری بود که مرزاخان محجوبی کرد که در پیانو این کار کرد و اتفاقا خیلی جالبه اونهایی که سنتی تفکر در موسیقی ما هستن خیلی هم از پیانوی آقای محجوبی استقبال میکنن و من خیلی برام تعجب است این پارادوکس فکری که چطور اونجا این موجه هست و اینجا موجه نیست، مگر میشه؟ و حال اون که من باز اعتقاد دارم که سبا شاید خیلی بیشتر از مرتضی خان هم ردیف موسیقی کلاسیک ایران رو میکنه، آثارش اینطور نشون میده.
اما توی همون سالها مرحوم خالقی برای اینکه کمانچه از بین نره، نوازندگانی رو که بیشتر به کمانچه نوازی شهره بودن رو تشویق میکنه که اینها دو مرتبه به سراغ کمانچه برن که کمانچه ایرانی از بین نره. و دو تا استاد بزرگ کمانچه ما، یکیش حسین یاحقی که همون دایی پرویز یاحقی بوده و یکی دیگه مرحوم اسقر بهاری که اینا همه ویولون میزدن، اینا رو تشویق میکنه که دو مرتبه اینا چکار کنن؟ کمانچه بزنن و که کمانچه حفظ بشه، کمانچه حفظ بشه. خب البته واقعا وقتی که ما در حوزه ذوق‌آزمایی و در حوزه مقایسه نبوغ اگر بخوایم منصفانه این گروه ها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، میبینیم که واقعا اون چی که سبا خرج ویولون کرد اینقدر خرج کمانچه نشده. یه واقعیته، کسی نمیتونه بگه که نه خیر همون اندازه چیز بود، فقط سیستم مثلا فرض میکنیم تولیت موسیقی کشور تولیت موسیقی بینش فنی نداشت که تازه تفاوتهای اینا رو متوجه بشه، فقط همینقدر میفهمیدن که سبا در ویولون فوق‌العاده بود، این رو متوجه میشدن و سبا تقریبا میشه گفت جز اولین نوازندگان است که صفحه هم پر کرده و بعضی از آثار ممیزش مثل چهارمزاب زنگ شتر که یکی از مشهورترین آثارش هست و به قول مرحوم مهندس امام خرم در همین شیراز خودمون گفتن که این خودش جوریه. این رو سبا در اون سالها در شام تویش صفحه ضبط کرده، یاد گرفته بوده و الهام به قول مرحوم شده بوده بهش اینا و هر ضبط شده های ایشون هست. خب ولی من اعتقادم این است که اینقدر که نبوغ خرج ویولون شد اینقدر نبوغ خرج کمانچه نشد. حالا یا نبود که بشه یا نخواستن که بشه، به هر حال پایه‌گذاران ساز کمانچه این استادا بودن. ما نمیخوام که کار هیچ استادی رو خدایی نکرده چیز بکنیم زیر سوال یا به چالش بکشیم، اصلا صحبت این موضوع نیست، بلکه در یک تحقیق بدون غرض ما با اساس اسناد صحبت میکنیم. یعنی این اسناد، این نوشته ها، این مکتوبات، اینا که تدوین شده وجود داره و در این تدوین ما داریم میبینیم که اینقدر ذوق، اینقدر استعداد، اینقدر نبوغ خرج این ساز شده. خب البته کاری که آقای خالقی هم انجام دادن با ارزش بود، چون اگر که خالقی هم این کارو میکرد همین دو تا استاد هم میرفتن ویولون میزدن. خب ولی خب اینا رو تشویق میکنه که بالاخره کمانچه باقی بمونه، افرادی باشن که شاید نزد اینها کمانچه یاد بگیرن. و البته خب میبینیم که نزد حسین یعقوبی با وجودی که نمازدانی کمانچه بوده شاگردی نداشته در کمانچه به اون مفهوم، یعنی شاگردی که در اثرگذار باشه در جامعه، تنها شاگرد اثرگذارش در حقیقت پرویز یا حفیظ که ویولونیست بزرگ کشور بوده. این یکی از به اصطلاح به قول معروف نقاط عطفیست که آقای خالقی روی این اصل که میخواسته کمانچه به قول فرنگی ها دیس اپیرد نشه، ناپدید نشه، منقرض نشه، این کار رو انجام میداده. این فارغ از کمانچه است که حالا در بعضی از مناطق ایران مثلا مناطق لرستان اینها به عنوان ساز بومی اونجا نواخته میشه. ایشون بیشتر مد نظرش این بوده که اون چی که به عنوان ردیف دستگاهی در حقیقت نواخته میشه از بین نره. این اتفاق همینطوری به صلاح در کش و قوس بوده تا اواخر دهه چهل. در اواخر دهه چهل یک تفکری به تدریج پیدا میشه که باید حتما موسیقی ایرانی سازهاش هم سازهای ایرانی باشن و به تدریج در موسیقی ایران تلاش میکردن که این اتفاق رو رقم بزنه. خیلی جالبه این اتفاق الان در زمانی داره صورت میگیره که دیگه سبا از بین رفته.
سبا از بین رفته و نیستش، ردیفاش منتشر شده و خیلی از شاگرداش دارن در رادیو ساز میزنن، سازهای بسیار خوبی هم همونه که در حال صحبت کردیم در جلسات گذشته شنیده میشه و این تفکر داره یواش یواش در فضای موسیقی ایران شکل میگیره. اولین پایه های این ماجرا شاید به همین ترتیب اتفاقا صورت گرفت که ویولون نباشه، اصلا ویولون نباشه و به جاش باید کمانچه باشه. ببینید استاد سبا وقتی که برای ویولون در حقیقت مکتبی رو پایه گذاری کرد، این نگاهش از نگاه وزیری مقداری نشأت میگیره، چون وزیری وقتی در 1303 آمد خیلی از نوازنده های کمانچه ویولون میزدن و وقتی به مدرسه ایشون مراجعه کرده بودن و ادعا کرده بودن که ویولون میزنن، وزیری بهشون گفت که نه، ویولون که شما میزنید فاقد ارزشه و شما به شیوه کمانچه دارید میزنید. ویولون در موسیقی ایرانی باید دارای یک متد مجزا باشه، باید دارای یک تکنیک مجزا باشه، با تکنیک کمانچه نمیشه این کار کرد. این شاید همون نگاهی هست که آقای شعبانی که در دانشگاه شیراز درس میدادن و من اشاره کردم در لابلای صحبتم که این جمله سبا رو خوبی پیدا کرده بود، ورداشته از مطلب سبا اقتباس کرده این موضوع، یعنی سبا این مطلب رو میدونسته، سبا این موضوع رو میدونسته، برای همین هست که با توجه به اینکه وزیری هم فرصت نمی کنه اون این مکتب رو پایه‌گذاری کنه. اما سبا برای این کار ادبیات می‌نویسه، ادبیات مستقل می‌نویسه، ردیف می‌نویسه، درست مثل این که شما بخواید از به بسم الله یک چارچوبه و فریمورکی رو برای یک زبانی بنویسین که تا حالا وجود نداشته. او این کار رو میکنه، اون این کار رو میکنه و ردیف مینویسه براش، اونم نه یه دونه، دو تا. ببینید باید در نظر بگیریم که امکانات زمان چی بوده. یک نسل از استادانی که به سبا درس دادن میزبرده و درویشخان و اینها بودن که خب نوت نمیدونستن ولی خب ادبیات منسجم داشتن، یعنی حالا این ادبیات ادبیات شفاهی بوده ولی خب داشتن بالاخره ادبیات شفاهی منسجم داشتن. اما ویولون که چیزی نداشته، چیزی نداشته. و ما اگر ویولون های پیش از سبا رو هم بشنویم خیلی اتفاق خاصی در موسیقی ایران نیفتاده. سبا این رو از به بسم الله در حقیقت نوشته و بعد هم در کتاب سوم از نظر تکنیک نوازندگی و محتوای مطالب تقریبا در عصر خودش به اوج رسونده، انقدر که اصلا در فرهنگ آموزشی رایج موسیقی کشور این از هر من الشمس بود که آقا ویولون ساز سختی است، خیلی مشکله، خیلی کار داره، خیلی باید زیاد ساز بزنن تا چنین، چون مطلق مطلب هم داشته، یعنی به غیر از کتابای هنرستان که آقای خالقی نوشتن اینا هم بوده. خب این یک طرف کفه ترازو است، اما یه طرف دیگه کفه ترازو این است که کمانچه هم آیا ادبیاتی داشته یا نداشته. کمانچه ادبیاتی نداشته، هیچ حسین خان اسماعیل زاده من که تا این لحظه ندیدم، من تا این لحظه که تمام ردیف‌های موسیقی ایرانی رو به شکل‌های مختلفش دیدم اینو ندیدم که چیزی وجود داشته باشه که ما بگیم آقا ردیف به اصطلاح دید، مثل مثلا اگر ردیف علی سومالی که اخیراً یه چیزی چاپ کردن اصلا حرف بسیار خیلی مفصلی من راجع به این دارم. ما باید بر اساس استنادات در حقیقت کار بکنیم و چون حوزه استنادی موسیقی ایرانی فوق‌العاده محدود است، بعضی ها یا داستان سرایی ممکنه بکنن، بعضی ها ممکنه که دیتا سازی بکنن خیلی سریع. خب شما میدونید که مثلا فرض کنید در رشته های فنی و مهندسی حالا این نکرده اگه دیتای اوریجینال نباشه ممکنه یک کسی بیاد یه دیتایی بسازه، حالا ممکن در رشته تاریخ شما هم همین جوری باشه، بعضی ها داده هایی رو بسازن. در اینجا هم همینطور. به هر حال ما چیزی تحت عنوان ردیف کمانچه نداشتیم
که شاگردانی که میرن کمانچه میزنن، حالا پیش هر استادی که میخوان بزنن یا کمانچه بخوان بزنن، حتی متد نداشتیم براش. تو همون سالهای 75 که من با آقای پایبر در این زمینه صحبت کردم، یه کتاب چاپ شده بود که از یکی از استادانی که حالا در کمانچه به اصطلاح اولین کتاب رو منتشر کرده بودن که آمریکا آزشینا بود، اینا آقای پایبر گفتن بله فقط در کلاس خودشون تدریس میشه. مثلا یعنی حتی متد هم نبوده، متد هم نبوده، چه بسی که ردیف وجود داشته باشه، ردیفی که متعلق، ببینید ردیف هر ساز رو باید استادان همون ساز باید بنویسن، اونها بر اساس تکنیک اون ساز، بر اساس طبیعت اون ساز باید خودشون ردیف بنویسن. نمیشه که کسی بیاد در یه رشته دیگه ردیف برای یه چیز دیگه بنویسه. بنابراین این نهضت البته، یعنی این تفکر در حقیقت در موسیقی ایرانی آغاز شد و که ویولون ایرانی نیست و باید از موسیقی، از صحنه موسیقی ایرانی به طور کامل محو بشه و باید به جاش کمانچه بیاد. خب در این شرایط دو تا اتفاق افتاد. بعضی از استادانی که ویولونیست های خوبی بودن، اینها آمدن کمانچه زدن و کمانچه رو به تکنیک ویولون زدن. عیناً مطالبی که استاد سبا نوشته بود یا مطالبی که در همون چارچوبه با همون تکنیک بود، اینها به دلیل اینکه تکنیکشو داشتن و تواناییشو داشتن، عیناً اومدن به جای که حالا ویولون رو بزنن زیر چونهشون و بزنن، کمانچه رو گذاشتن و شروع کردن. نوازی نمی در حقیقت ویولونیست که ما داریم با صدای کمانچه داریم صداشو در میاریم. این مصاحبه فکر کنم آقای رحمت الله بدیعی بود که در چند سال پیش داشتن و اینها در اینترنت هست، این مصاحبه که ایشون در حقیقت خود ایشون این کار کرد، چون خودش جزء نوازندگانی بود که به تکنیک ویولون خیلی آشنایی داشت، ویولون کلاسیک زده بود، یکی از بهترین شاگردان استاد سبا بود و از نظر تکنیک نوازندگی به اعتماد از همه‌شون بهتر بود، از همه شاگردان سبا بهتر بود و می‌دونست این کار رو انجام بده. در حقیقت چون با ارکستر فرهنگونر اون زمان کار میکرد، مثلا با پایبر کار میکرد، طبیعت رفتاری هم که پایبر میساخت اخلاق بودن که خیلی پرسرعت هستن و به فکری که زیادی نیاز دارن، اون میتونست این کار انجام. من عملا در ساز ایشون رو از نزدیک شنیدم و دیدم که چقدر چابک میتونست این کار رو انجام بده. این چابکی به خاطر اون توانایی رو که ایشون روی ویولون داشت که میتونست به این راحتی این کار رو انجام بده. یه نگرش دیگه هم همین بود که کمانچه رو به همون شیوه مثلا سنتی دونه. خب دیگه از حسین یا حقی خبری نبود و به اصطلاح باید بود برم خدمت آقای باهاری، خدمت آقای باهاری، چون اون دیگه تنها کسی بود که مثلا تکنیک قدیمه یک کمانچه رو آشنایی داشت و تنها استادی بود که در فضای موسیقی ما بود و یه عده‌ای هم اینطوری رفت. البته خیلی جالبه که بدونی بسیاری از این آقایونی که حتی امروز دارن کمانچه نوازی میکنن، دیگه سناشون هم رفته بالا و موهای سرشون سفید شده و چه و چه و چه و چه، اینا در ابتدا همشون ویولون میزدن. من با اکثر اونها صحبت کردم، با اکثرشون صحبت کردم چون دوستی نزدیک هم دارم اینا، همه اینا در آغاز کار همه ویولون میزدن، شاید هم هنوز هم یه مقداری هم میزنن، شاید هنوز هم یه مقداری میزنن، منتها این فضایی که گفته بودن آقا ویولون نباشه در موسیقی ایرانی و کمانچه باشه و حتما باید برگردن به سنت و غیره و غیره و غیره و غیره، از اون زمان همینطوری به اصطلاح ادامه پیدا کرد و به اصطلاح وجود داشت و یه عده دیگری باز توی این طرز تفکر شاید به شکل یه مقداری افراطی در فضای موسیقی ایرانی نه تنها دیگه از کمانچه بلکه به سازهای دیگری هم که در موسیقی ایران بود این ترکش ها رو پرتاب کردن و این نگرش سنتی که مثلا میگه حتی واژه موسیقی سنتی که همین تردیشنال میوزیک آف ایران هست همین زمانها شروع شد. قبلش اصلا همچین واژه‌ای وجود نداشته.
شما در ادبیات نوشتاری و گفتاری استادان گذشته چیزی به نام واژه موسیقی سنتی نمیشنوید. این محصول همین دهه اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 است که در حقیقت اون موقع شروع میشه. وگرنه همه میگفتند، یا میگفتند موسیقی ایرانی، یا میگفتند موسیقی اصیل ایرانی، و واژه سنت رو اصیل جزء پیروان همین تفکر بودن، بعدها از واژه موسیقی کلاسیک ایران استفاده کردن که در حقیقت موسیقی کلاسیک رو همون موسیقی ردیف و ردیف دستگاهی ما میدونستن. حالا البته به طور عامه همطور که شاید در بسیاری از مجامع شاید برید ببینید که مثلا میگن طرف مثلا موسیقی سنتی گوش میکنه، یا نمیدونم سنتی کار هست، یا نمیدونم یه چیزایی در همین باره. ولی اصلا در گذشته همچین واژه‌ای وجود نداره. یعنی شما اگه برگردید به دهه 30 اصلا همچین واژه‌ای از هیچ استاد موسیقی ایرانی نمیشنوید. حتی در مجله موزیک ایران قدیم هم که مقالات استادان و به هر حال اونهایی که اهل قلم یعنی مطلب نوشتن، شما نمیشنوید که مثلا از این واژه استفاده شده باشه. من اعتقادم این است که این خودش حالا یک ماجرایی در حقیقت داره که حالا اگر که احیانا به اصطلاح یک فرصتی، البته ما تو جلسات بعدی راجع به صحبت میکنیم و ناچاریم که گفتار ششم رو هم برای جلسه بعدی پیشنهاد بکنیم، ولی اون موقع این واژه درست میشه. و من اعتقادم این است که افرادی مثل مرحوم نورعلی خان برومند و آقای دکتر صفوت و اینها پایه‌گذار این نوع بیان و این دیالوگ و این واژه‌سازی در موسیقی ایران هستن. شاید بعد از این آقایون امروز سوال بگن که آقا ببخشید نظر خان، ویولون استاد سبا موسیقی سنتی است یا موسیقی کجاست؟ در حقیقت این موسیقی کجاست؟ این آیا ایرانیه؟ نیست. میشه بگیم مثلا فرض میکنیم ردیف سگاه ویولون سبا موسیقی ایرانی نیست مثلا، چون ویولون است، یا نمیدونم نظایر اینها چی باید در موردش قضاوت کرد. ما اصلا کاری به نگرش های اورینته هم نداریم، اصلا جهتیابی شده صحبت نمی کنیم. این رو تعریف بکنیم، این واژه نبوده و در پیش از او هم نبوده. یعنی افرادی مثل خالقی که دست به قلم اصلا همچی چیزی رو نهی بردن. ببینید نوشته آقای خالقی فکر میکنه مال سال 1133 هست، اون به صلاح سرگذشته موسیقی سرگذشت. اصلا همچین واژه‌ای در موسیقی ایران اصلا وجود نداشته. نمیدونم اختراعیست. البته آقای برومن، من فایلای صوتیش هم شنیدم، ایشون هم خیلی اصرار داشته که حتما این واژه به کار بره، دقت میکنید. ولی من حقیقتش دلیل مستحکمی رو از بیان ایشون استنباط نکردم که چرا باید موسیقی سنتی. خب اگر قرار بود موسیقی سنتی باشد، چرا اون استادای قبلی به کار نبردن؟ چرا اونهایی که استاد خود استاد سبا بودن، چرا اونهایی که هم عصر با سبا بودن، بالاخره باید یه نفر شنیده باشه این واژه رو دیگه. بالاخره باید یک نفر از این استادا این واژه را از یک نفری مثل میرزا عبدالله، مثل میرزا حسین قلی، مثل درویش خان، مثل حسین خان اسماعیل زاده شنیده باشه. چرا هیچ کس نشنیده؟ چرا کسی نشنیده؟ یعنی اینا نمیدونستن، اونا نمیدونستن، اینها میدونن چه جوری بوده که این واژه را باید به کار برد. لذا این یکی از اون مواردی است که باید اصلا در موردش کار بشه و نقاط ابهامش روشن بشه، که بعد که صحبت شده که خب حالا چرا بعد مثلا ویولون هست بشود و به جاش مثلا این قرار بگیره، خب چه اتفاق دیگری برای مثلا حالا ساز کمانچه افتاده؟ آیا امروز ببینید ما داریم راجع به سال 48 تا الان صحبت میکنیم، سال 48 تا الان میشه حدود 51 سال پیش. 51 سال پیش، آیا از 51 سال پیش تا الان ما ردیفی برای کمانچه داریم یا نداریم؟ من نگفتن حذف بشه، خب حذف شد دیگه، عملا که خب حذف شد. شما دیگه ویولون رو در موسیقی ایران که نمیتونید به شکل واضح و شفافش ببینید. گاهی از در آرشیف های صدا و سیما استفاده میکنند و بالاخره خب هر سازهای خوبی بوده، ولی
عملا به اون شکلی که قبلا در فضای موسیقی کلاسیک ایران بود دیگه نمیشنویدش. خیلی خوب، آیا از اون سال تا الان با وجود این تفکری که اینطور اتفاق افتاد، آیا ما الان ردیف کمانچه داریم یا نداریم؟ جایگزینی براش ردیفی داریم. که استادان کمانچه، خب تعداد نوازندگانش هم که بیشتر شد. در دانشگاه ها و نمیدونم خارج از دانشگاه ها شاگردانی هستن کمانچه میزنن، خیلی هم نوازنده های کمانچه شناخته شده و بالاخره افرادی هستن که در این جامعه دارن ساز میزنن، خیلی هاشون شاگرد آقای باهاری بودن و نظر ما تا این لحظه که داریم صحبت کنیم من چیزی به نام ردیف کمانچه هم ندیدم که بگم آقای ردیف کمانچه هست آقا. یعنی همه استادان کمانچه به این توافق رسیدن که این کمانچه دار این مطلب رو اجرا بکنه، با وجود این که پس از سبا بعضی از شاگردان ایشون مثل استاد تجویدی مطلب برای ویولون نوشتن، مطلب نوشتن، ردیف چاپ کردن، ردیف چاپ کردن. من یادم، من خودم ردیف دوم کمانچه ویولون رو مال خود آقای تجویدی از خودشون مستقیما گرفتم. خب پس چه اتفاقی افتاد اینجا برای کمانچه؟ اتفاقی پس نیفتاد، فقط ویولون عوض شد. خب اگر که وقت تمام شده به من اعلام بفرمایید و اگر سوالی هست من اینجا دو سه دقیقه پایانی هست. یکی از دوستان این سوال رو پرسیدن که به نظر شما مهمترین علت عدم تنوع در ریتم، ملودی و سازبندی موسیقی ایرانی چیست؟ بله، البته این سوال صحیح نیست، برای اینکه اولا خیلی از اونهایی که حالا اتفاقا تفکرشون هم با تفکر حذف کمانچه موافقت داشت، اتفاقا تنوع بسیار بسیار زیادی در ریتم ایجاد کردن که شاید بهترین نمونهش کارهای آقای علیزاده باشه که در ریتم نمونه‌های بسیار زیادی رو ایشون خلق کردن. در مورد ملودی البته اینطوری هم نیست، ملودی البته و ریتم هر دوتاش تابع ذوقه. اون استادانی که قبلا در سیستم دیالوگ بندی موسیقی ایران آثاری رو ساختن، ملودی های خیلی زیبایی خلق کردن. چرا این رو میگه؟ ممکنه تو این سالها اینطوری باشه، بله، اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است و موضوع صحبت ما شاید در جلسات بعدی باشه. اما سالها نه، وگرنه میبینیم که بعضی از ملودی های همون استادان مثل مثلا آقای تجویدی، مثل آقای خورم و یا دیگر استادان دیگه که در اون دوره نوازندگی کردن و آثار ساختن دو مرتبه اجرا شد، دو مرتبه اجرا شد. اصلا چون موسیقی ایرانی طبیعت ملودی محور داره، با استقبال خیلی زیادی هم رو داره شد. این آمار خود وزارت ارشاد هم هست دیگه، اینو من در اکثر صحبت هم اشاره کردم، اثری رو که تحت عنوان یاد استاد منتشر شد و در همین شاید 20 سال پیش 20 و چند سال پیش بود، به اصطلاح اساسای استاد تجویدی بود، قول فروشترین اثر جامعه بود از پس از انقلاب تا الان، به خاطر ملودی بود، به خاطر ملودی ها بود، ملودی هاشون زیبا بود. من توی سخنرانی هم در یه جایی در مورد مرحوم مهندس همایونی خرم گفتم یا اصلا خواننده محور نیست، اینقدر ملودی زیبا هست، اینقدر ملودی زیبا هست که در اصل هر خواننده خونده بشه بازم جذابیت داره. حتی اگر الان باید بگم حیف که مهندس همایونی خرم در قید حیات نیستن، کاش اون روز پشت تلویزیون گفته بودم که اگر تو بدون خواننده هم اجرا بشه بازم زیباست، به خاطر که ملودی زیباست، خط ملودی زیباست، اونها ملودی های خوب ساختن. این که گفتیم ذوق و این همه راجع به ذوق تعریف کردیم و توصیف کردیم به خاطر این بود که به اصطلاح در واقع افرادی ملودی های این رو ساختن و به جامعه ایرانی دادن که از باذوق‌ترین موزیسین های مملکت ما. درست، یه سوال دیگه هم که هست در مورد ارتقاء ساز کمانچه نوشتن که بله نه خب اتفاق نیفتاده واقعا در مورد این ارتقاء. خب ارتقاء یه مقداری وابسته هست به تکنیک نوازندگی، بعدم موسیقی ایرانی تا مدون نشه که نمیمونه،
مدون نشه نمیمونه. اون استادایی که کار خودشون رو مدون کردن، اون ارتقایی رو که اینجا مورد سوال قرار گرفته، اون ارتقا رو مدونش کردن دیگه. در واقع اینو مدون کردن. نگاهشون اینطوری بود، نگاهشون به فرهنگ شفاهی نبود. ببینید هیچ کدوم از اون استادا نمیگن موسیقی ایرانی از طریق شنیدار نمیشه یادش گرفته، همه میگن میشه یاد گرفت. حتی اینقدر اعتقادشون راسخ هست، میگن نوت هم نمیتونه گویا باشه تمام ذرات رو، و بعد از اینکه نوت ها رو زدن باید ساز رو بشنون. ولی ارتقایی هم اگر قرار است اتفاق بیفته باید چارچوباش نوشته بشه دیگه، اون نوشته نشده. دستتون در نکنه استاد، خیلی ممنون، استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت‌های ارزنده‌تون. خواهش میکنم. انشاءالله دستتون در نکنه. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارت. ممنون از دوستان عزیزی که همراه ما بودن. انشالله گفتار پنجم و ادامه بحث ساختارشناسی و مقایسه موسیقی کلاسیک ایران عهد ناصری با پهلوی دوم رو در هفته‌های آتی پیگیری می‌کنیم و از حضور دکتر مسیح افخر استفاده ببریم. خیلی ممنون از حضور تک تکتون. انشالله که شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار همه دوستان.